سلام خوبین این ویدیو سعی کردم ویدیو خیلی خوبی باشه خیلی ویدیوی کاربردی داخلش اوریجین اسنپ و ترید کرسر رو با هم دیگه یاد میگیریم حتما سعی کنید خوب یاد بگیرید چون ویدیو بعدی ما می‌خوام بریم سراغ مدل سازی و فاز آموزشی یه کمی متفاوت میشه تا الان سعی کردیم روی نرم افزار مانوف بدیم از ویدیوی بعدی سعی میکنیم در قالب ساخت مدل چیزهای جدید رو یاد بگیریم یا حالا نکات مختلف و واسه همین باید سعی کنید که همه جلسات و مخصوصا این ویدیو رو خوب مسلط باشید البته واسه تسلط به این ویدیو مجبور برید سراغ ویدیو قبلی و باز ویدیو قبلی و من پیشنهاد میکنم که حتما اگر میخواین خوب یاد بگیرید این چند تا ویدیو اول خوب نگاه کنید ضمن اینکه درسته که اسم این دوره دوره مقدماتی بلندر هستش اما همه چیزایی که ما الان با هم دیگه مرور کردیم تو همه نرم افزار تقریبا مشترکه شاید یه کمی شکل کار فرق کنه اما کانسپت همه یکیه و تو همه جا کاربرد داره بنابراین اگر هر تصمیمی که داری حالا فارغ از بحث نرم افزار این میتونه بهت کمک کنه واسه ورود به دنیای حالا گرافیک کامپیوتری من وارد بلندر میشم و اولین قسمت این ویدیو بعد این سراغ اسنپ ها اگه یادتون باشه تو جلسه پیش یک کوچولو با اسنپ کار کردیم البته من درسش ندادم در حین کارمون سراغ اسنپ ها رفتیم این قسمت بالا این آیکونی که شبیه نعل اسبه و این قسمت سمت راست که منیو هستش مال اسنپ ها هستن اگر من بیام روی این قسمت نعل اسب کلیک کنم اسنپ من فعال میشه و اگه دوباره روش کلیک کنم غیر فعال میشه هاتکیش هم شیفت و تپ هست من اگه شیفت و تب و بزنم دقیقا همین کار واسه من انجام میده اسنپ من رو فعال و غیر فعال میکنه اگر توی این منوی سمت راستی و من روی این فلش کلیک کنم که این منو واسم باز بشه میدید که اینجا نوشه اسنپ تو و بعد این گزینه ها رو به من داده ما با این ستا گزینه آخر فعلا کاری نداریم کارمون با این چند تا گزینه اول هستش اولی نقاط گیرید هستش این گیرید ما بود دیگه وقتی که این قسمت رو انتخاب داشته باشیم اینکریمنتس و اسنپو رو فعال کنیم آبجکت ما به این محل طلاقی این چارخونه های گرید اسنپ میشن حالا ما چون توالت پرسپکتیو هستیم داریم این گرید رو میبینیم اگر بیام مثلا در منوی تاپ واسه ما این شکلیه هر چقدر نزدیک بشه میبینید که تقسیم بندی ها بیشتره البته اینا همش دست خودمون است آپشناش تنظیماتش دست خودمونه که هر چند فاصله خط داشته باشیم که حالا در جلسه بعدی میریم سراغش توی نمای فرانت هم ما اینو داریم یعنی تو همه نماها هم ما این قسمت گرید رو داریم من این آبجکت درست کنم مش کیوب حالا کلید شیفت و تب رو میزنم تا اسنپ من فعال بشه و اینجا روی اینکریمنتس اونو تنظیمش میکنم حالا اگه کلید جی رو بزنم و این آبجکت رو تکون بدم دیگه میبینید اون آزادانه حرکت نمیکنه من باید موسم رو بیارم روی هر قسمتی که بیارم آبجکت من اسنپ میشه روی همون قسمت چون الان روی گرید انتخاب کردیم یا همون اینکریمنتس آبجکت من داره به این نقاط این خطکشی داخل ویوپورت اسنپ میشه اما اگه دقت کنید بذار من آبجکت هم کمی سمت راستر حالا کمی هم آبجکت کوچیک کنم اسکلش کنم کوچیک بشه اگه دقت کنید وسط همه آبجکت هایی که ما میسازیم توی بلندر یک نقطه زرد رنگی میاد اینجایی که موسمو گذاشتم به این ما میگیم اوریجین توی نرم افزار تریدی مکس مایا بهش میگیم پیوت اینجا مرکز ثقل آبجکت نمونه یعنی هر کاری که ما میخوایم روی آبجکت انجام بدیم حرکتش بدیم به یا اسکیلش کنیم بر مبنای این نقطه انجام میشه مثلا من الان میخوام حرکتش بدم و اسنپش کنم همونجوری گفتم چون اینکریمنتس انتخاب کردم الان به این قسمت های طلاقی خط خطوط اسنپ میشه کجا این آبجکت اسنپ میشه قسمت اوریجینزش کلید جی رو میزنم اسنپمو در حالت فعاله میبینید موسم رو هر قسمت که میارم آبجکت من استاب میشه روی اون محل تلاقی قسمت اوریجینش خب من کلید شیفت و تب میزنم که این اسنپمو غیر فعال بشه حالا یکم میخوام راجع به این نقطه اوریجین با هم دیگه صحبت کنیم چون خیلی واسه ما کاربرد داره اگر من بیام این بالا و این گزینه آپشنز رو بزنم می‌بینید که یک منیو واسه من باز میشه من از این قسمت اوریجینز رو چکش رو فعال میکنم حالا اگر رو آبجکتم هم کلیک کنم میبینید که واسه من این ستا محور میان بذارید اینجا من ابزار موو رو انتخاب کنم تا اون دستک نمایش داده بشن وقتی که ما از این منیو اوریجینز رو فعال کردیم حالا ما با حرکت دادن این دستک های محور رو میتونیم اوریجینز رو جابجا کنیم هر جایی که بخوایم اوریجینز رو قرار بدیم یا پیوت اون آبجکت رو همونجا قرار بدیم پس کنید ما میخوایم پیوت این آبجکت یا اوریجینش رو بیاریم روی یکی از این ورتکس ها قرار بدیم چیکار کار میکنیم؟ میریم از این قسمت اسنپ رو فعال میکنیم میریم تو قسمت اینکریمنتس و اسنپ رو میذاریم روی ورتکس دقت کنید فعلا اسنپ وید رو بذارید روی سنتر من بعدا راجع به این گزینه دیگه بهتون واسهتون توضیح میدم ولی الان دقت کنید که وقتی که یک اسنپ رو انتخاب میکنید یا اج یا فیس یا ورتکس قسمت اسنپ وید رو روی سنتر قرار بدید خب برمیگردیم اینجا حالا اگر من این رو خاموش کنم چون به دستکاش نیازی ندارم کلید دابلی رو میزنم که برم تو این حالت کلید جی رو بزنم تا این اوریژین حرکت کنه و این اوریژین میارم نزدیک این ورتکس ها و کرسر موس رو میارم نزدیک این ورتکس ها میبینید که هر جا که کرسر موس رو میارم اوریژین من اسنپ میشه به همون ورتکس چرا چون ما اسنپ رو, رو روی ورتکس تنظیم کرده بودیم خب من میارم میذارم اینجا مثلا دوباره میرم تو منوی بالا آپشن رو میزنم و اوریژینز رو خاموش میکنم حالا اگر من این آبجکت رو انتخاب کنم کلید R رو بزنم تا به چرخه کلید Z رو هم میزنم که در راستای محور Z ها به چرخه حالا میبینید که این چرخش دیگه از وسط آبجکت نیست داره از جایی که انتخاب کردم این چرخش اتفاق میفته کلید X رو میزنم تا محور چرخشم رو سویش کنم روی محور X ها میبینید که باز هم داره حول اون نقطه اوریژین آبجکت من میچرخه کلیک میکنم کنترل زد میزنم برمیگردم یه مرحله به عقب توی اسکیل هم همین اتفاق میفته فرض کنیم ما الان میخوایم بریم توی منوی فرانت این آبجکت رو میخوایم اسکیل کنیم کلید اس رو میزنم با پا بالا پایین کردن میبینید که آبجکت از نقطه اوریجین شروع میشه به اسکیل شدن دفعه پیش میدید که آبجکت در همه جهت ها اسکیل میشه چون اوریجینش دقیقا وسط قرار داشت اینو اوریجینا واسه ما خیلی کاربورد دارن مثلا فرض کنید من شیفت رو میزنم که از این آبجکتم کپی بگیرم حالا هر جا که بخوام میتونم بذارم چون اسنپم فعاله اگر بیارم کرسر موس اینجا میگم که آبجکت من اسنپ میشه اینجا چرا اینجا اسنپ میشه بذار من کنترل زد بزنم چون آبجکت من که کپی میگیره آبجکت جدیدم دقیقاً مثل این اوریجینش این قسمت قرار داره درسته حالا وقتی که میام نزدیک یکی از این ورتکس ها آبجکت دقیقا استاب میشه رو همون ورتکس اینجا کلیک میکنم و میبینید که دقیقا مکعب من چسبیده به اینجا قرار گیره و کاملا الاینه حالا اگه کلید شیفت آر رو بزنم میبینید که این عمل قبلی که من انجام داده بودم واسه من تکرار میشه مثلا فرض کنید اگر ما بیایم دوباره من اینجا میام تو این قسمت آپشن اوریجین انتخاب میکنم اسنپ من فعال روی ورتکس ها کلید جی رو میزنم تا بتونم اوریجینم رو حرکت بدم و اون رو میزنم روی این ورتکس حالا میام از این قسمت آپشن اوریجینم رو خاموش میکنم آبژکتم رو انتخاب میکنم کنترل دی رو میزنم و کرسر موس رو روی این ورتکس کلیک میکنم حالا شیفت آر رو میزنم می‌بینید که میتونم پله درست کنم از این راه، خیلی سریع و دقیق کلا اسنپ ها کار ما رو خیلی دقیق میکنن خب من این چند تا اجازه بدید پاک کنم که در رو میزنم پاک بشه این که رو انتخاب میکنم اجازه بدید که من اینجا این ابزار موو رو فعال کنم تا این دستکان نشون داده بشن تا شما ببینید که پیوت کجا قرار داره همونجور که میبینید این پیوت الان توی این قسمت قرار داره روی این ورتکس حالا اگر بریم روی آبجکت رو در حالت آبجکت مود انتخابش کنم برم توی آبجکت مود و از اینجا منوی دوم یعنی set origins رو بیارم میبینید که چند تا گزینه واسه ما نمایش داده میشه قسمت اول جیومتری تو origin هستش کاری که اتفاقی میفته اینه که حجم شما رو انتقال میده به origin تو. فرض کنید من اگر جلسه پیشو که یادتونه بیام داخل ادیت مود این آبجکت بیام قسمت ورتکس ها رو انتخاب کنم و همه کلید A رو میزنم همه ورتکس ها انتخاب بشه کلید G رو میزنم و این آبجکت رو میبرمش در رسته ایکس اینجا قرار میدم حالا تبو میزنم دوباره میام می توی آبجکت مود میبینید که وقتی ما تو حالت ادیت مود کاری انجام میدادیم آبجکت رو حرکت دادیم پیوتش هم باهاش حرکت نمیکرد تو آبجکت مود من اگه حرکت بدم پیوت باش حرکت میکنه پیوت هم منتقل میشه اما تو ادیت مود اینجوری نیست حالا اگه من این آبجکت رو انتخاب کنم میبین که پیوت اوریجین اه... اینجاست ببخشید من اگه میگم پیوت چون یکم با مایا عادت دارم به هر پی اه... اوریجین ما اینجا قرار داره حجم ما اینجا اگر بیام تو گزینه آبجکت ست اوریجین و جیومتری تو اوریجین رو بزنم چیکار میکنه جیومتری منو میبره میندازه روی اوریجینش کلیک میکنم میبینید که حجم من اومد و روی اوریجین من قرار گرفت چجوری حد وسطش قرار گرفت یعنی اومد آبجکت خودش به صورت اوتوماتیک حجمش رو حساب کرد و اومد الان یک جوری آبجکت رو انداخت روی اوریجین من که اوریجین حد وسطش قرار بگیره حالا اگر کنترل زد بزنم بیام تو قسمت آبجکت کلیک کنم بذار این رو آبجکت هم در حالت انتخاب داشته باشم روی آبجکت کلیک میکنم میام روی ست اوریجینز و این دفعه گزینه دوم رو میخوام انتخاب کنم اوریجین تو جیومتری اوریجین رو منتقل میکنه به وسط جیومتری کلیک میکنم میبینید که این دفعه اوریجین من منتقل شد حالا میتونم اینو هر جایی که بخوام حرکتش بدم یا بچرخونمش یا هر کاری کنترل زد میزنم که اوریجین من برگرده به این حالت حالا اگر آبجکت رو بزنم و از گزینه set origin من گزینه سوم رو انتخاب کنم origin تو 3d cursor 3 چی بود این بود این قسمت اگه دقت کنید می‌بینید شکلی حلقه آبی و حلقه سفید و قرمزی هستش بهش میگن 3d اگه من این آبجکت رو انتخاب کنم و روی منوی آبجکت کلیک کنم روی set origins و گزینه سوم origin تو 3d رو انتخاب کنم الان اوریجین این آبجکت من یا هر آبجکتی که سلکت داشتم منتقل میشه به هر جا که تریدی کرسر قرار گرفته باشه به صورت پیش هم وقتی بلند رو اجرا میکنیم تریدی کرسر در مرکز مختصات قرار داره اگر کلید شیفت رو نگه داریم و راست کلیک کنیم تریدی کرسر ما جاش عوض میشه هر جا که کرسر موس باشه میاد اونجا شیفت رو من نگه میدارم راست کلیک میکنم میبینید که هر جا که بزنم میاد همونجا حالا اگر کلید شیفت اس رو بزنم پای منیو ترید کرسر واسه من باز میشه من کلید شیفت اس رو میزنم و میام از اینجا این گزینه کرسر تو ورد اوریجین انتخاب میکنم کرسر من میاد به مرکز دنیای بلندر ورد اوریجین اینجا قرار میگیره خب فرض من میام روی این آبجکت کلیک میکنم میام روی آبجکت دوباره منوش رو باز میکنم روی set origins و origin تو جیومتری رو میزنم origin من میاد وسط جیومتری قرار میگیره حالا دوباره روی این آبجکت کلیک میکنم کلید shift s رو میزنم یادتونه که منوی 3 و selection رو واسه ما باز میکرد همینجور که میبینید اینجا چند تا گزینه دیگه هم داریم اگر این قسمت رو بزنم تریدی کرسر من منتقل میشه به چیزی که سلکت کردم کلیک میکنم میگه تریدی کرسر اومد روی اوریجین این قسمتی که من سلکت کرده بودم قرار گرفت کنترل زد میزنم البته اینجا با کنترل زد زدن دیگه تریدی کرسر تغییر نکرد روی این قسمت تاثیری نداره من برگشتم به اون مرحله ای که اوریجین من اینجا قرار داشت من دوباره این مکعب رو کلیک میکنم آبجکت رو میزنم ست اوریجینز و اوریجینز تو جیومتری میدید که اوریجین من اومد دوباره تو مرکز جیومتری من قرار گرفت حالا این دفعه کلید شیفت اس رو میزنم و دوباره میخوام تریدی کرسرم برگرده به مرکز مختصات بلندر پس کرسر تو ورد اوریجینز رو میزنم حالا یکم بیام روی این پای منوی شیفت اس توضیح بدیم میگه select to تو کرسر اگر این گزینه رو انتخاب کنم هر که سلکت کرده باشم میره قسمت تریدی کرسر قرار میگیره الان این تریدی کرسر من تو مرکز مختصاته من این آبجکت رو انتخاب کردم اگر من این گزینه رو بزنم یعنی سلکشن تو, تو کرسر میبینید که آبجکتی که در حالت انتخاب داشتم اومد و قسمت اوریژینش منتقل شد به اینجا یعنی وسط آبجکت من اومد, اومد اینجا فرقی هم نمیکنه یه آبجکت باشه یا چند تا آبجکت باشه من کلید شیفت رو میزنم چند تا آبجکت اینجا میذارم همونجوری که میبینید اینا اینجوری کپی شدن اگر من همه اینا رو سلکت کنم میبینید چون این ابزار فعاله کلیک کنم تکون میخوره میام دابل رو میزنم برم تو سلیکشن مود اگر من هر کدوم اینا رو انتخاب کنم میبینید که یک اوریجین داره که اوریجینش وسط اون آبجکته چون همشون رو من از این کپی گرفتم اگر بیام همشون رو انتخاب کنم چی اوریژینشون کجاست خود بلندر حساب میکنه و حد میانگینش رو در نظر میگیره حالا اگر همه این آبجکت رو من انتخاب کنم و کلید Shift اس رو بزنم و سلیکشن تو کرسر رو انتخاب کنم اگه گفته چه اتفاقی میفته کلیک میکنم میبینید که همه اون آبجکت که من انتخاب کرده بودم هر کدوم اون قسمت اوریژینشون اومد روی کرسر قرار گرفته دوباره کنترل زد میزنم دوباره این آبجکت رو انتخاب میکنم شیفت اس رو میزنم و این دفعه میتونم کرسر تو سلکتد رو هم انتخاب کنم بذار این دفعه اینو انتخاب کنم کرسر تو سلکتد میبینید که وقتی من چند تا آبجکت رو انتخاب کردم بلندر میانگین این آبجکت رو انتخاب کرد در لحاظ پوزیشن و اون قسمت اوریجینش رو این وسط قرار داد وقتی که من shift اس زدم و کرسر رو تو سلکتد قرار دادم کرسر من، اومد دقیقا رو همین وسط قرار گرفت یعنی جایی که بلندر حساب کرده بود منوی دیگه هم از وقتی که من بیام این چهار تا مکعب رو انتخاب کنم کلید شیفت اس رو بزنم میگه نشه سلکت تو کرسر دفعه پیش که اینو زدیم هر آبجکت به صورت مستقل اومد و جای تریدی کرسر قرار گرفت تو قسمت اوریجینش ولی اگر بیام سلکشن تو کرسر رو بزنم و این گزینه که نوشه کیپ آفست دقیقا همین حجمو از قسمت اوریجینش منتقل میکنه اینجا شیفت اس رو میزنم و این قسمت رو انتخاب میکنم میبینید که الان به همون شکلی که بودن اون قسمت نقطه وسطشون که بلندر حساب کرده بود اومد و روی ترید کرسر قرار گرفت خب پس ما الان با یک پای خیلی مهم آشنا شدیم که شیفت اس هست که مال تریدی کرسر و سلکشن ها هستش که توضیحات رو دارم باید تمرین کنید اما یک اتفاق دیگه هم که افتاد ما واسه منتقل کردن اوریژین این آبجکت ها باید می اومدیم این بالا آپشن رو انتخاب می کردیم Origins رو چکش رو فعال می کردیم اون وقت می اومدیم اینجا حالا با کلید جی یا با استفاده از این ابزار روز رو منتقل می کردیم روی یکی از این قسمت هایی که میخواستیم مثلا می آوردیمش اینجا میذاشتیم و بعد دوباره وقتی میخواستیم خاموشش کنیم باید دوباره می رفتیم از این بالا و اوریجینز و چکش رو غیر فعال میکردیم خب یکم طولانیه من ایش وقت یعنی هیچ کس دوست نداره واسه همچین کاری که خیلی پر استفاده است شاید شما بخواید توی مدل سازی خیلی زیاد این کار رو انجام بدید هر دفعه این پروسه رو تکرار کنید واسه همین کار راحتش اینه که ما اینو اساینش کنیم و توی کویک فیوراسمون ادش کنیم این کویک فیورایتس که میبینید هر چی که ما بخوایم میتونیم دکمه رو قرار بدیم چه جوری موس رو بالا آپشنز رو میزنم میام روی این چک باکس کلیک راست میکنم و اد تو کویک فیوریتس رو فشار میدم یعنی اینجا این کلید رو انتخاب میکنم حالا اگر من این آبجکت رو در حالت انتخاب داشته باشم فرق ما انتخاب کنم نکنم کلید کیو رو که بزنم هر جا که کرسر موس باشه واسه من منوی کویک فیوریتس باز میشه و بستگی داره من هر چقدر هر چیزی که بخوام میتونم داخل این کویک فیورایس بزنم و این منو بزرگتر میشه و موس رو هم اگر از روی این منو ببرم طبق معمول میره حالا میبینید که من اون گزینه اینجا رو وقتی که کیو میزنم اینجا دارم خیلی راحت من اینجا میام کیو میزنم اینو انتخاب میکنم حالا چک خورده میام اینجا اینو انتخاب میکنم حرکت میدم میبینید که اوریجین من حرکت میکنه دوباره کیو رو میزنم و این دفعه خاموشش میکنم حالا این دفعه اگه اینا بزنم آبجکت من حرکت میکنه پس من اینجوری سویش میکنم بین حالت اوریجین و آبجکت مودم خیلی راحت با کلید کیو وا. حالا من میخوام این کیوب من اوریجینش دقیقا بیا توی مرکز مختصاتش قرار توی وسطش قرار بگیره چیکار میکنم؟ میام اینا توی آبجکت توی ست اوریجینز و اوریجین تو جیومتری رو انتخاب میکنم اما اگه دقت کنید این کار هم نسبتا طولانیه پس بیم چی کار کنیم میام تو قسمت ادیت پرفرنسز و از اینجا من 3D رو سرچ میکنم 3D میویسم اینجا این منو واسه من باز میشه من با این قسمت کار دارم اینترفیس 3D ویوپورت پای منیوز بازش میکنم که بزرگ شه تو جلس های قبل ما بعضی رو فعال کردیم مثل این آلتو x و x و اینا این دفعه هم میخوام یکی دیگر رو فعال کنیم اگه دقیقا اوریین پای یعنی پای منوی Origina. من اینجا رو چک باکسش رو فعال میکنم میام اینجا کلیک میکنم اوتو سیو یعنی خودش سیو میشه حالا من دستی هم سیو میکنم سیو پرفرنسز هاتکیش رو از اینجا بخونید کنترل آلت x خارج میکنم روی آبژکت کلیک می‌کنم. کنترل Alt و X رو میزنم همینجور که میبینید واسه من یک پای منیو باز میشه مطابق با همین منیو این بالا Set اوریجینز دقیقا واسه من تو حالت پای منیو باز میشه اینو میزنم میبینید که همین گزینه رو بهم میده اوریجین تو سلکشن جامتی تو اوریجین Origin تو باتن to origin, origin to حالا و چیزای دیگه مثلا من میام Origin تو کرسر رو انتخاب کنم کرسر من تو وسط بلندر قرار داشت وسط نقطه مختصات قرار داشت اینو که انتخاب کردم اومد و اوریژین این آبجکت من به کرسر چسبید دوباره کنترل Alt ایکس رو میزنم حالا اگر بخوام این اوریژین رو بندازم وسط این آبجکت میتونم زم اوریژین تو جیومتری میدید که اومد این وسط گزینه دیگه هم داره واسمون که میتونیم انتخاب جیومتری تو اوریژین هم که بهتون گفتم اوریژین تو کرسر رو هم بهتون گفتم اینجا اومده اوریجین تو باتن هم واسه اون زده اگر اینو انتخاب کنید چه اتفاقی میفته دقیقا اوریجین من رو منتقل کرد تو همون حجم من به پایین ترین نقطهش در راستای محور زد اگه درست متوجه نشوید بذارید دوباره من یه رو کنترل Alt X بزنم و اوریجین رو دوباره ببرم تا داخل اوریجین تو رو جاوم... بزنم ببینید که اومد توی مرکز این توده حجم حالا اگه کنترل alt x رو بزنم و اینجا نوشته اوریجین تو باتن اگر من اوریجین تو باتن رو انتخاب کنم دقیقا تو همون جایی که هست میاد رو قسمت پایین ترین نقطه جیومتری قرار میگیره خب حتما هم نباید یه آبجکت سره که باشه اگر من این چند تا آبجکت رو انتخاب کنم الان همه آبجکت های من اوریجینشون تو مرکزشون قرار داره تردیکرسر هم که اینجاست اگر من همه این آبژکت ها رو انتخاب کنم کلید کنترل آلت X رو بزنم و اوریژین تو کرسر رو انتخاب کنم همه اوریژین آبجکت های من اومدن و جای تیردی کرسر قرار گرفتن بزنم من رو انتخاب کنم ببینید که الان این از اینجا حرکت داده میشه و این هم از اینجا همشون یعنی از اینجا خب و اما دوباره برگردیم سراغ اسنپامون بذار من همه این آبجکت ها رو انتخاب کنم کنترل آلتیکس رو میزنم و این دفعه تو جیومتر رو میزنم که جیوم... همشون بره توی مرکزشون قرار بگیره حالا اگر بریم این بالا یادتونه بهتون گفتم شیفت و تب واسه فعال کردن اسنپ بود اما ما یک راه دیگه هم داریم که من خیلی اوقات از اون استفاده میکنم و اون نگه داشتن کلید کنترل من کنترل رو نگه دارم اسنپ من حالت فعال میشه و اگر کنترل رو ولش کنم اسنپ من غیر فعال میشه مثلا فرض کنیم من یه رو انتخاب کردم اوریجینش وسطش قرار داره اسنپ هم رو اومدم روی ورتکس ها گذاشتم و روی سنتر اما اینجا فعالش نمی کنم. این آبجکت رو کلید جی رو میزنم که حرکت کنه کلید کنترل رو اگر نگه دارم و کرسر موس رو ببرم جای ورتکس ها. اوبجکت من از نقطه اولیجین اسنپ میشه روی اون ورتکس کنترل رو هم که ول کنم حالا من کنترل رو نگه داشتم اسنپ میشه حالا کنترل رو ول میکنم مثل قبل میتونم هر که بخوام آزادانه حرکتش بدم حالا اگر بیام اینجا به جای ورتکس ایج ها رو انتخاب کنی. کنیم دقت کنید که من اج رو انتخاب کردم و سنتر رو گذاشتم حالا اگر من بیام این آبجکت رو جی رو بزنم و این آبژکت رو نزدیک ایج ها بگیر ببرم و البته کلیت کنترل رو هم نگه دارم میبینید که آبجکت من استب میشه روی اون اج مورد نظر هر جا که بخوام میتونم اون رو قرار بدم شاید یه کمی الان توی ویدیو شما متوجه نشید ولی اگه خودتون تمرین کنید بذارید روی اج و سنتر رو انتخاب کنید و این آبجکت رو ببرید نزدیک اج و کنترل رو هم نگه دارید میبینید که این آبجکت فقط داره روی این اج قسمت, قسمت روی این اِج حرکت میکنه من فقط میتونم اینجا بذارم اگه کنترل رو ول کنم اینجوری میشه همین اتفاق میتونه واسه فیس هم بیفته من فیس رو انتخاب میکنم فعلا به این گزینه دیگهش کاری نداریم روی سنتر این آبجکت رو کلید جی رو میزنم و کلید کنترل رو نگه میدارم بذارید من این آبجکت رو پیوتش رو بزنم روی این نقطه چیکار میکردم؟ کلید Q رو میزدم ترانسفورم اوریجینز رو انتخاب میکردم از این قسمت میرفتم و ورتکس رو انتخاب میکردم واسه اسنپم حالا کلید G رو که میزدم میتونستم اوریجین این آبجکت رو جابجا کنم کلید کنترل رو نگه میدارم و روی یکی از ورتکس هایی که میخوام میارم میدید که اسنپ شد کلیک میکنم اوریجین این آبجکت اومد روی این ورتکس قرار گرفت دوباره کلید کیو رو میزنم ترانسفورم اوریجینز رو خاموش میکنم حالا میتونم آبجکتم رو حرکت بدم الان چون تو حالت اسنپ ورتکس ها قرار دارم اگر کلید کنترل رو نگه دارم ببینید که این قسمت اسنپ میشه روی اون ورتکسی که من میخوام و مو کرسر موسو نزدیکش حالا اگر من بیام اینجا و فیس رو انتخاب کنم و گزینه سنتر دوباره میام آبجکتم رو انتخاب میکنم کلید جی رو میزنم کنترل رو نگه میدارم موس هم روی هر فیسی که ببرم دقیقا نقطه اوریجین اون آبجکت میره روی اون فیس قرار میگیره میبینید؟ شاید البته خیلی از این حالت فیس توی این موقعیت استفاده نمی کنی. بیشتر روی حالت اج و ورتکس مخصوصا استفاده میکنیم در اینکه شما میتونید اسنپتون رو روشن و خاموش کنید با شیفت تپ یا کنترل رو نگه دارید واسه یه فعال کردن اسنپتون هر رو که خودتون راحت ترید اونجوری که دوست دارید برنامه‌ریزی کنید اگر کید شیفت تب رو بزنید بیشتر شبیه نرم افزار 3 مکس میشه که اسنپ روشن میشه اسنپتون فعال تو همیشه اما اگر کید کنترل رو نگه دارید بیشتر شبیه نرم افزار مایا میشه من چون با مایا بیشتر کار کردم من راحت‌ترم که کنترل رو نگه دارم تا چیز دیگه هر حال اسنپ رو واسه توضیح دادم تیرادی کرسر رو واسه توضیح دادم Shift-S منوی تیرادی رو باز میکرد کنترل alt x منوی اوریژین رو واسه باز میکرد اوریژین رو هم واسه توضیح دادم و الان فهمیدید که این تیرادی ای که اینجا بود به چه دردی میخوره میتونستم مثلا من Shift شیفت رو نگه دارم تیرادی رو هر جا که بخوام قرار بدم مثلا من میام از اینجا قسمت ورتکس رو انتخاب میکنم کلید شیفت رو میگیرم راست کلیک میکنم همزمان کلید کنترل رو هم اگر فشار بدم اسنپ من فعال میشه کنترل رو اگر ول کنم اسنپ من غیر فعال میشه میتونم هر جا بخوام این تیرید کرسر رو قرار بدم خب میتونستم شیفت اس رو بزنم و کرسر رو به ورد اوریجینز هم دوباره برگردونم یه کار دیگه هم که میخواستم بهتون بگم اینه که گاهی اوقات ما لازم داریم که مثلا نقطه این آبجکت ما مثلا این این کیوب ما اوریجینش قسمت وسط این فیس باشه یعنی وسط این حجم نباشه وسط این وسط این فیس باشه یا وسط این ایج باشه چی کار میکنیم؟ فرض که ما میخوام وسط این فیس قرار بدیم اوریجینشو این فیس رو انتخاب میکنم کلید شیفت اس رو میزنم و کرسر تو سلکتد رو میزنم من کرسر من دقیقا اومد روی این فیس و وسطش قرار گرفت اگر بیان تو وای افره میبینید حالا زد رو میزنم میام تو حالت سالید مود که بهتر ببینیم تب رو میزنم از حالت ادیت مود میان بیرون میبینید که الان اوریژین این آبجکت من اینجا قرار داره چون خودمون منتقلش کرده بودیم اینجا اوریژینو اگه من شیفت اس رو بزنم ببخشید اگه من کنترل alt x رو بزنم اگه این قسمت رو انتخاب کنم اوریژین میره وسط جومتری قرار میگیره روی این قسمت نمیاد چیکار میکنم کنترل alt x و اینجا میزنم اوریژین تو کرسر الان اوریژین این آبجکت من اومد دقیقا محل تیردی کرسر قرار گرفت و تیردی کرسر هم من گذاشته بودم دقیقا وسط این فیس خیلی مهمه خیلی جا ما لازم داریم همچین کاری انجام بدیم همین کار رو واسه ایج هم میتونیم بکنیم اگر این ایج رو انتخاب کنم شیفت s رو بزنم و کرسر تو سلکتد رو بزنم کرسر رفت وسطش قرار گرفت اگر من این ایج و این ایج رو انتخاب کنم shift اس کرسر تو سلکتد رو بزنم خود بلندر محاسبه کرد این اچ و این اج رو وسطش رو محاسبه کرد و اینو اینجا قرار داد همینجوری هر شغلت که بخوام میتونم انتخاب کنم خب من شیفت اس میزنم و کرسر رو میدونم دقیقا جای Word اوریجینز میام تو حالت آبجکت مود آبجکت هم انتخاب میکنم کنترل آلت ایکس و اوریجین تو جومتی تا بیاد وسطش میخوام آبجکت هم منتقل کنم وسط صفحه این بلندر صفحه مختصات دقیقا همون جای تریدی کرسر شیفت اس رو می آبجکت اول باید انتخاب کنم من همینجوری که این کار رو انجام دادم اتفاقی شیفت اس رو که زدم کرسر تو اکتیف هم خورد چون این آبجکت در حالت اکتیف داشتم کرسر من منتقل شد اینجا دوباره من کرسر هم منتقل میکنم توی ورد اوریجین روی این آبجکت کلیک میکنم شیفت اس رو میزنم و سلیکتت تو سلکشن تو کرسر رو میزنم آبجکت من میاد این وسط قرار میگیره خب ویدیو تموم شد قرار بودی کمی طولانی تر بشه اما من احساس کردم خیلی سنگین میشه و یه کمی اون پراکندگی مطالب پیش میاد پس سعی کنید همین ویدیو رو شما هم توی خونه تمرین کنید تا مسلط بشید و مثل همیشه مرسی که ویدیوی منو نگاه کردید اگر فکر میکنید ویدیوی من خوبه لطفا لایکش کنید و اگر کانال من دوست دارید لطفا سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید مرسی فعلا